من احمد پسر سلطان محمد، مادرم هاندان سلطان. احمدی که 24 سال بعد از وفات سلطان سلیمان به دنیا آمد. 5 سال ابتدایی زندگیم در مانیسا با عشق و مهربانی و محبت گذشت. سپس مرا به مرکز جهان، به استانبول آوردند، زیرا پدرم به سلطنت رسیده بود. او حکمران جهانیان شده بود. برایم روزی مبارک بود، اما شادیم عمر طولانی نداشت. پدرمان امر کردند که به برج قصر برویم. خوشبختی شاهزادگان داستانها دروغی بزرگ است. ما یا به سلطنت میرسیم یا کشته میشویم و سهم ما درد، ترس و کینه خواهد بود. و آن روز بود که فهمیدم وقتی شاهزاده‌ای به سلطنت میرسد، برای اینکه دسیسه‌ای نشود باید جان برادرانش را بگیرد. قانون‌های من اینطور گفتند. آموختم که با وجود قانون‌های دیرینه، دو قلب برای هم خواهند تپید. من قسم میخورم برادرم که اگر روزی به سلطنت برسم، هرگز مانند پدرم نخواهم شد، هرگز جان برادرانم را نخواهم گرفت. نمیخواستم بگریزم. میخواستم پدرم را ببینم، ببینم تا برایم آینه عبرت باشد. 19 تابوت مانند موجهای دریا من به خاطرم سپردم، لکن برادرم شاهزاده محمود فراموش کرد. در میان دیوارهای سرد قصر پادشاهی برادرم باقی داشت، باقی پنهانی. فقط در آنجا بود که آینده سیاهی که در انتظارمان بود را از یاد می بردیم. آن روز برادرم با پدرمان صحبت کرده بود و خواسته بود که در برابر دشمنانمان لشکری درست کند. برادر تو چه کردی؟ یک آن ترسی عجیب وجودم را گرفت. ترسیدم که پدر او را نیز بکشد. این کار را میکنم. از او بر میآمد، کسی که 19 برادرش را کشته بود فرزندش را هم میکشت. در حرم نیز سخنانی از گوشه و کنار شنیده میشد. میگفتند که والده برادرم حلیم سلطان برای به سلطنت رسیدن پسرش طلسم‌های زیادی نوشته است. آن لحظه در چشمان زیبای برادرم غمی عمیق را دیدم. مانند شاخی سرش خم شد. من نمی دانستم که آن لحظه آخرین دیدار من با او بود. آن شب بختک سیاه دلشوره بر جان من افتاده بود. در آن سیاهی حضور عزرائیل را احساس می کردم. خدمه قصر نقابی مانند جلادین زده بودند.
برادر! پدرم سلطان محمد خان برادر! برادر! بیرحمانه جان برادرم را گرفت. نابود شد. بسوزد دنیا، غمی نیست. من احمد آن روز دریافتم که درد غریب زندگی داغ برادر است. شاهزادم، من هستم شاهزادم. ریحان آقا، دستور دارم شما را به اتاق سرورمان ببرم. چرا سرورمان این وقت شب میخواهند مرا ببینند؟ یک دام است، داری؟ پدرم میخواهد جانم را بگیرد. یا عدتی یا شدتی، ای قادر یاری دهنده، ای کسی که در مشکلات دستم را گرفتی، ای خدای بزرگ. مرا حفظ کن و با قدرت بی پایانت به من کمک کن. شاهزادم، صفی سلطانم، احمدم، نوه شیر مرد من. افسوس که باید بگویم سرورمان، فرزند عزیزم، پدرت سلطان محمد خان از این دنیای فانی به دیار باقی شتافتند. این مرگ برای تو نجات شد و این روز روز توست. پس از این خاندان عالیه عثمانی، سعادت و سلطنتش در دستان توست.
من سلطان احمد، زمانی که فکرش را هم نمی کردم به سلطنت رسیدم. فخریه، دختر زیبای من. والدم. سلطانم، بیا بیا کنار من باش و شاهد روزی با شکوه برای برادرزادت. دنیلسن، سلطنت نصیب چه کسی شده بود؟ خداوند یاری رسان برادرزاده ی عزیزم باشد. آمین. تعظیم جناب سلطان احمد خان. جایش در بهشت باشد. سرورمان هنوز جوان بودند. بعد از قتل مرحوم شاهزاده محمود، یک درویش با سرورمان روبرو می شود. گفته است از اتفاقی در 56 روز آینده نجات نخواهی یافت. گفته است غافل نباشید پادشاه. چه حکمتی بود که دقیقاً در روز 56 سرورمان به دیدار حق شتافتند؟ کمی مؤدب باش موسی چلبی، با چنین سخنانی در روز جانشینی شر به راه نینداز. مگر شر دقیقاً در چنین مواقعی به وجود نمی آید جناب شیخ الاسلام؟ مگر نمی بینید پادشاهی بسیار جوان دارد بر تخت می نشیند، با وجود این که حتی سنت هم نشده؟ خدا عاقبت به خیر ما کند. آمین. من پادشاهی با شکوه و عظیم سلطان سلیمان خان، پسرش سلطان سلیم خان و پسرش سلطان مراد خان را دیدم و در سوگشان هم نشستم. به سلطنت رسیدن و مرگ فرزند مرحومم سلطان محمد خان را نیز دیدم. خداوند آنها را رحمت کند. آمین. آمین. شاهزادم، ما داشتیم با برادرم بازی می‌کردیم. دیگر برادر نیست مصطفی. بعد از این باید به او سرور بگویی. پسرم، خودت میدانی به محض رسیدنت به سلطنت باید چه کنی. طبق قوانین دیرینه من، زمانی که کسی به سلطنت برسد برای برقراری امنیت صلاح کار در قتل برادرانش است. دیگر دوران جدید است و ستاره بختت در آسمان می درخشد. سلطنت، سلطنت توست. این یک لطف الهی است و یک امتحان است.
لطف خداوند شامل حالت باشد و توجهش را از تو کم نکند و خداوند به تو قدرت دهد، قدرتی دهد که بتوانی در برابر شرارت ها بایستی. خداوند بزرگ به سلطنتت برکت دهد تا بتوانی از دشمنانی که راه بر تو میبندند، از شر فتنه هایی که تهدیدت میکنند رها شوی. جناب سلطان احمد خان، ببندید. سرورم، انشالله که سلامت هستین. چرا دروازه را بستند؟ چرا احمد بیرون نمی آید؟ حتما خیر است. مادر دردم آمد. شما سرورم، شما جانشین خداوند روی این زمین هستید، سلطان هفت اقلیم، پادشاه سقاره. شما سلطان احمد خان هستید. شما روز و ما شب، شما آب و ما خاک هستیم، شما یک شیر و ما چون بره هستیم. مقصودم این است سرورم، اکنون زمان طلوعتان شبیه خورشید است، مانند یک رودخانه خروشان باشید و مثال یک شیر شجاع باشید. جناب سلطان احمد خان، thank you.
جناب مفتی خان، ابوالیمین، جناب مصطفی خان. بنده حقیرتان و وزیر کشورتان قاسم پاشا. خانزاده های کریمه، برادران شاهین گیرای و محمد گیرای. جناب سور نورالله، وزیر سالس، جناب آقا، آیا سرورمان فرمان قتل برادرشان را خواستند؟ بهتر است که از جناب شیخ الاسلام سوال کنید. قوانین مشخص هستند، دیر یا زود خواهند خواست. حکم به فرمان قتل شاهزاده مصطفی خواهند داد. دقیقا همینطور است. این یک امر ضروری است شاهین گیرایی. در غیر این صورت سلطنت در خطر خواهد بود. دریا سالار، جیگالی زاده، سینان پاشا.